پادشاهی شاه طهماسب اگرچه طولانی بود، مطلقاً پادشاهی ثمربخشی نبود و از یک دیدگاه خاص حتی از بدترین دورانهای پادشاهی در ایران بود، زیرا در این دوره بود که هجوم بیوقفه آخوندهای شیعه از سرزمینهای جبل عامل لبنان و احساء شام و بحرین و قطر به ایران که کمبود آخوند داشت آغاز شد و پیامدهای شوم ورود این کالای نامطلوب وارداتی از آن پس همچنان ادامه یافته است. از نظر سیاسی نیز سلطنت شاه طهماسب سلطنت نامبارکی بود، زیرا در همان نخستین سالهای پادشاهی او ازبکان در حملات پیاپی به خراسان تاختند، سربازان عثمانی بین النهرین و بغداد و تبریز را تصرف کردند و تا سلطانیه پیش آمدند و دربار صفوی ناگزیر با قبول شرایط آنان با ایشان از در صلح درآمد. جانشین شاه اسماعیل اول فرزند ارشدش طهماسب میرزا بود که با عنوان شاه طهماسب اول در سال 919 هجری قمری به سلطنت نشست و برخلاف پدرش که دوران پادشاهی نسبتاً کوتاهی داشت، وی با 54 سال سلطنت بعد از شاپور دوم ساسانی رکورددار طول مدت پادشاهی در تاریخ ایران شد. جالب است که شاه اسماعیل که دست کم به ظاهر به همه انواع ممکن تظاهر به مسلمانی می کرد، برای این فرزند و ولیعهد خود نامی شاهنامه ای برگزیده بود که نه تنها در قرآن بلکه در زبان عرب نشانی از آن یافت نمی شد. کوشش های کشورهای اروپایی برای ایجاد روابط بازرگانی با ایران نیز که می توانست به نفع کشور باشد با روی خوشی از جانب او مواجه نشد، زیرا وی که به خشک تعصب روی آورده بود به فتوای آخوندهای وارداتی حتی جای پای فرستادگان آنها را نیز نجس می دانست، چنان که به دستور او بعد از بازگشت آنتونی جنکین فرستاده ملکه الیزابت انگلستان از دربار او در قزوین تمام کف تالار را با آب شستشو دادند تا نجاست آن برطرف شود. با این وجود همین زاهد تاجدار که بایزید فرزند فراری سلطان سلیمان عثمانی را که به کشور او پناه برده و با قید قسم شاه طهماسب به قرآن که هیچ وقت او را به کشورش باز نگرداند، در قزوین پای تخت او مقیم شده بود. سرانجام در برابر دریافت 40,000 لیر طلا از شاه سلیمان پناهنده خود را تسلیم دژخیمان اعزامی او کرد، تنها با این شرط که چون او به بازنگرداندن وی سوگند خورده است او را در خود قزوین خفه کنند، و به همین صورت نیز عمل شد. شاه سلیمان در مقابل این مهمانکشی نامردانه مبلغی را که شاه طهماسب خواسته بود، یعنی 40,000 لیره را از جانب خودش و 10,000 لیره را از جانب سلطان سلیم خان با تبریکات و همچنین 40 رأس اسب با زینهای طلا تقدیم او کرد. شاه طهماسب که بسیاری او را زاهد زرندوز نامیده اند، مردی به نهایت زردوست و مالندوز و خسیس بود و بجز اینها تنها به خرسواری علاقه داشت. این ثروت اندوزی شخصی مطلقاً با توجه به مشکلات اقتصادی مردم کشور از طرف پادشاهی که از جانب فقهای اعظم شرع برای اداری امور مسلمین بر اساس عدالت شرعی به نمایندگی امام زمان وکالت یافته بود همراه نبود. ارزیابی کوتاهی را در این مورد در کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده 18 محققان روسی می توان یافت که افزایش مالیات ها در زمان طهماسب اول به شدت روی اقتصاد ایران اثر گذاشت. شاه در 14 سال آخر سلطنتش نتوانست حقوق ارتش را بپردازد، بهای دینار آن اندازه پایین آمد که در پایان سده 16 200 دینار معادل 1 مثقال نقره ارزش داشت.
در عوض برنامه‌هایی نیز وجود داشت که زاهد تاجدار آنها را از یاد نمی‌برد و دقیقاً مراعات می‌کرد. دو نمونه از آنها در احسن التواریخ چنین نقل شده است. مرشد کامل یعنی شاه طهماسب یک روز از روزهای هفته را به ناخن گرفتن اختصاص داده بودند و روز دیگر از بامداد تا شام در گرمابه به سر می بردند و مرشد کامل به خرسواری عشق فراوان داشتند، چنان که برای نخستین بار در دوران ایشان خر در ایران صاحب زین زرین گردید. با همه اینها بیرحمی همین پادشاه اسلام پناه در مورد سرکوبگری مخالفان خود از بیرحمی پدرش کمتر نبود، زیرا مجازات زنده پوست کندن یا در قفس آهنین گذاشتن و آن را آتش زدن یا از منار افکندن از مجازات‌های رایج همه دوران او بود که نمونه هایی از آنها در کتاب عالم‌آرای عباسی آمده است. اما به نوشته مورخین با همه اینها مردم همچنان به او مانند جانشین امامان احترام می‌گذاشتند. برخی به امید آنکه دعایشان به هدف اجابت رسد درهای دولتخانه را در قزوین می‌بوسیدند، گروهی آب وضوی سید بزرگوار را اکسیر تبریز می‌شمردند و تکه‌ای از پارچه تنپوش یا شال او را برای تبرک یا ایمنی از چشم بد همیشه به همراه داشتند. برایش کرامات و معجزات نیز قائل بودند. یکی از سفرای اروپایی در سفرنامه خود می نویسد شاه روزی چندین دفعه لباسهای خود را عوض می کرد و بعدن هر یک دست لباس را هدیه می داد که می بایست 10 برابر قیمت آن تقدیم شود. کسی جرأت سرباز زدن از قبول آن را نداشت، زیرا خرید لباسهای مرشد کامل موهبتی بزرگ محسوب می شد. شیخ حسن ابن عبدالصمد حارسی، زین العابدین عاملی، شهید ثانی، خاندان هلی، محقق کرکی از مهمترین آخوندهایی بودند که توسط شاه طهماسب از جبل عامل لبنان به ایران دعوت شدند. محقق کرکی پس از ورود به ایران به تدریج میرنعمت الله هلی و کلیه رقبای خود را از میدان بیرون کرد و با پشتیبانی شاه قدرت مذهبی و سیاسی خیش را به حدی رساند که عملاً تمام شؤون مملکتی را در اختیار گرفت، به طوری که شاه طهماسب در فرمانی که درباره اطاعت از محقق کرکی داده او را نایب امام زمان نامیده و در یادداشتی به خط خود با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق نوشته است: واضح است که مخالفت با حکم مجتهدین که حافظان شرع سید مرسلین هستند مساوی با شرک است. پس هر کس که مخالف خاتم المجتهدین، وارث علوم سید مرسلین، نائب امام معصومین، حضرت محقق کرکی باشد و در مقام متابعت ایشان نباشد، ملعون و مردود و در این آستان ملک آشیان مطرود است. در این حال محقق کرکی دست به نوآوری هایی در مذهب شیعه زد که باعث شد مخترع مذهب شیعه لقب گیرد. می توان گفت که تشیع صفوی با همه مشخصات آن عملا توسط این محقق کرکی شکل گرفت. مدرس طباطبایی در کتاب مقدمه ای بر فقه شیعه توضیح می دهد که مشخصه فقه کرکی توجه خاص به پاره مسائل است که تغییر سیستم حکومتی در ایران و به قدرت رسیدن شیعه به وجود آورده بود، از قبیل حدود اختیارات فقیه، نماز جمعه، خراج و نظایر آن که پیش از آن به خاطر عدم ضرورت جای مهمی در فقه شیعه نداشتند. همچنین تعیین امام جمعه برای همه شهرهای مهم و برپا داشتن نماز جماعت روزهای جمعه در مسجد شاه توسط امام جمعه پایتخت و به کار بردن مهر نماز که تا آن زمان معمول نبود از ابتکارات اوست. از جمله فتواهای شیخ کرکی این بود که چون شاه طهماسب برای یکی از شاگردان او به نام شیخ ابراهیم هدیه‌ای فرستاد و شیخ ابراهیم با عذر اینکه مرا حاجتی به اخذ این هدیه نیست آن را محترمانه رد کرد،
اما محقق کرکی او را در رد این هدیه مقصر دانست و بدون نوشت که تو از این راه مرتکب شدی حرامی یا مکروهی را، زیرا که امام حسن علیه السلام همیشه هدایای معاویه را قبول می فرمود و تعصی به امام یا واجب است یا مستحب و ترک تعصی یا حرام است و یا مکروه.